داستان امروز ما برمیگرده به اولین بخش تریلر داستانی DLC Elden Ring، یعنی Shadow of the Erdtree، جایی که نیدل نایت لدا نقل قولی از میکلا میاره و میگه نقطه شروع همه چیز خیانت و اغواگری بود. حالا توی داستان امروز قرار پرده از این راز بزرگ برداریم و ببینیم کدوم خیانت و اغواگری نقطه شروع همه چیز شد و سرانجامش به کجا کشید. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Vesemir's flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. قبل از اینکه بخوام چیزی رو براتون تعریف کنم، باید بگم برای فهم بهتر ماجرا اول داستان بازی اصلی رو که قبلا براتون تعریف کردم ببینید، و اگر این ویدیو رو قبلا دیدین خودتون رو آماده کنید برای شنیدن داستانی که مدت‌ها ذهنتون رو درگیر خودش میکنه. داستان امروز ما از یه روستای کوچیک به نام شامن آغاز میشه، جایی که محل زندگی ماریکا و شامنهای دیگه بود. شامن به جادوگرهایی میگفتن که با ارواح در ارتباط بودن و قدرتهای ویژه‌ای داشتن. روستای شامن توی سرزمینی بود که شما به اسم شادولند میشناسید. اهالی اصلی این سرزمین هورنستا بودن. هورنستا اعتقادات مذهبی عجیب و غریبی داشتن. اونا داشتن شاخ رو موهبت می دونستن، خلاف مردم دلند بیتوین، و همینطور معتقد بودن اگر چند شامن رو توی یه بشکه قرار بدن و شکنجه کنن، بعد از مدتی اونا به هم پیوند می خورن و تبدیل به قدیسه می شن. همین اعتقادات تند مذهبی باعث شد تا هورنست ها به روستای شامن و اهالیش رحم نکنن و فاجعه بزرگی رو رقم بزنن. ماریکا وقتی مردم و روستاش رو در برابر این اعتقاد تند مذهبی از دست رفته میدید، تصمیم میگیره تا از اونها انتقام بگیره و برای این انتقام احتیاج داشت تا قدرت زیادی داشته باشه. ماریکا شادولند رو زیر و رو کرد تا نهایتاً در اعماق اون با یه موجود آشنا شد. متر مادر آف فینگرز. این موجود مادر تمام انگشت‌ها بود و اولین ستاره‌ای بود که حتی قبل از ورود لنبیس به دلند بیتوین وارد شادولند شده بود. شاید براتون جالب باشه که بدونین متر در حقیقت دختر گریتر ویله. زمانی که ماریکا با متر روبرو میشه، متر به دلیل نامعلومی دیگه ارتباطی با گریتر ویل نداره و این رازی بود که فقط ماریکا از اون خبر داشت. ماریکا همون موقع تصمیم میگیره با سوء استفاده از اعتقادات مذهبی هورنستا و علاقه اونها به پرستش خدایان بیرونی و با استفاده از غیبت گریتر ویل با متر هم دست بشه و پا در مسیر خدا شدن بذاره. اون بعد از اینکه تونست خودشو با همین فریب به دروازه ربوبیت برسونه، با قدرتی که از متر به دست آورده بود به هورنست هایی که بهش اعتماد کرده بودن خیانت کرد و بسیاری از اونها رو کشت و نهایتاً توی دروازه ربوبیت به خدایی رسید. ماریکا همونطور که در داستان اصلی تعریف کردم، نهایتاً حکومت خودش رو خارج از شادولند و در سرزمین میانه تشکیل میده، ولی از اونجایی که هدفش انتقام از تمام ساکنین شادولند بود، پسرش مزمر رو به همراهی چندی از شوالیه‌های کاریان و به سرکردگی رلانا، خواهر کوچیکتر رنالا، عازم نبردی بزرگ در شادولند میکنه. از همینجا بدونید که چون حقیقت گریتر ویل و دروغی که پشتش بود توی اعماق شادولند و در اختیار دختر گریتر ویل بود، ماریکا بعد از اعزام فرزند و سربازان همراهش برای همیشه ارتباطش رو با اونها قطع میکنه تا هیچ کس در دلند بیتوین از این واقعیت که گریتر ویل و دگلدن اوردر دروغی بیش نیستن خبردار نشه و در این راه فقط تو فینگرز ها رو برای کنترل امور نگه داشت. مزمر درست مثل خواهرش ملینا و به مشابه دیگر فرزندان ماریکا دچار یک نفرین بود. نفرین آتشی که از درون اونها رو میبلید.
ماریکا برای جلوگیری از خروج افعی هایی که هر لحظه ممکن بود از وجود مزمر بیرون بیان، تلسمی رو روی چشم راست مزمر قرار میده تا بتونه بدون اینکه کنترلش رو از دست بده و افعی های آتشین کنترلش رو به دست بگیرن، تمام ساکنین شادولند رو به سیخ بکشه. این نبرد سالها ادامه داشت. بعد از نابودی شادولند و درست زمانی که ماریکا حتی به فرزند خودش هم خیانت کرد و همونجا رهاش کرده بود، مزمر باز هم وفادار به مادر میمونه و تصمیم میگیره هر کسی که پا به این سرزمین میذاره رو نابود کنه. خب تا به اینجای کار هنوز ما یعنی تارنیش وارد داستان نشدیم و پیش از اون باید برگردیم به عقب و بابت میکلا حرف بزنیم. سالها پیش میکلا که از نفرین خانوادگیش بیزار بود و حتی جدایی از خانواده و تأسیس هیلیکتری تأثیری در بهبودی خواهرش ملینیا نداشت و درست زمانی که هیچ امیدی به حکومت مادرش و پایان جنگ و خونریزی نبود، تصمیم بزرگی میگیره. میکلا تصمیم میگیره تا پا جا پای مادرش بذاره و برای پایان دادن به همه چیز اول به قدرت برسه و برای اون باید تبدیل به یک خدا میشد. میکلا میدونست برای این مقصود احتیاج به همسری قدرتمند داره و چه کسی بهتر از برادر ناتنیش رادان. اون با رادان عهدی میبنده که بر اساس اون روزی که قرار باشه تبدیل به خدا بشه، به عنوان همسرش با رادان ازدواج میکنه تا با تأسیس یک حکومت جدید هر چیزی که ویران شده یا عامل ویرانیه از بین بره و دنیایی پر از عشق رو تأسیس کنه. میکلا طی تحقیقات زیادش متوجه شده بود که دنیایی وجود داره به نام شادولند، سرزمینی که مادرش اونجا به خدایی رسیده بود و بعد از اون از چشم همه مخفیش کرده بود. میکلا همینطور متوجه میشه شادولند به نوعی حکم دنیای پس از مرگ رو برای دلند بیتوین داره و ارواح پس از مردن به اونجا میرن و به همین دلیل نقشه عجیبی میکشه. اون اول خودش رو توی یه پیله محصور میکنه و با توجه به اینکه قدرت کنترل دیگران رو داشت، موگ بخت برگشته رو متقاعد میکنه تا در صورت همکاری باهاش با اون ازدواج کنه و اون رو به قدرت برسونه. میکلا میخواست تا با از دست دادن جسمش و جداسازی روحش توسط موگ وارد شادولند بشه. اون پیش از سفرش خواهرش ملینیا رو هم راهی نبرد با رادان میکنه تا وعده‌ای که سالها پیش با رادان بسته بودن رو به اون یادآوری کنه و با کشتن رادان روح اون رو هم به شادولند بفرسته. حتما خیلی هاتون ماجرای نبرد ملینیا و رادان رو یادتونه. فقط چیزی که از چشمامون مخفی مونده بود حرف‌های در گوشی ملینیا با رادان درست قبل از باز کردن گل رات در سرزمین کیلید بود. اون به رادان یادآوری میکنه که میکلا منتظرته ای همسر وعده داده شده. همزمان با این اتفاقات توی دلند بیتوین شترینگ اتفاق افتاده و ما یعنی تارنیش به عنوان قهرمان داستان در جستجوی تکه های گم شده ی حلقه هستیم. اگرچه ملینیا موفق نشده بود رادان رو شکست بده، ولی کار نیمه تموم ملینیا رو ما با شکست دادن رادان به سرانجام میرسونیم. اینکه ما اتفاقی پا توی این مسیر گذاشتیم یا نقشه ای از پیش طراحی شده ما رو به این سمت کشونده هم چیزیه که بعداً توی ویدیوهای شورت کات بهش میپردازم. در ادامه تارنیش در مسیرش برای پیدا کردن تکه های حلقه با موگ روبرو میشه و بعد از شکست دادنش با فردی به نام لدا ملاقات میکنه. لدا به تارنیش میگه میکلا به شادولند رفته و تو هم با لمس دست‌های مرده اون میتونی وارد اون سرزمین بشی و با من و همراهام به میکلا کمک کنیم تا به هدفی که میخواد برسه و اینطوری میشه که پای قهرمان داستان ما به شادولند باز میشه. شادولند خلاف دلند بیتوین به جای زندگی بوی مرگ توش به مشام میرسه. رد پای جنگ مزمر با ساکنین این سرزمین در وجب به وجب اون دیده میشه، ولی چاره چیه؟ ما باید برای فهمیدن هدف میکلا و پی بردن به رازش مسیری که توی این سرزمین طی کرده رو دنبال کنیم تا بهش برسیم. قهرمان داستان توی گشت و گذارش توی این سرزمین متوجه برج بزرگی میشه که در بالای اون کتیبه‌ای قرار داره که روی اون اشاره شده شادولند درست در مرکز دلند بیتوین قرار داره، یعنی یه جایی اینجاها زیر همین ابر.
در ادامه و در مسیر پرفراز و نشیبش به منطقه عجیبی میرسه، جایی در اعماق جنوبی شادولند، و اونجا با موجودی به نام شوالیه پوسیدگی روبرو میشه. بعد از نبردی سخت بالاخره اون رو شکست میده، اما پشت منطقه باسفایت با یک در مهرموم شده مواجه میشه و به ناچار برمیگرده تا ما بقیه جاهای شادولند رو دنبال میکلا بگرده. تانیش نهایتاً به قلعه بزرگی میرسه که گفته میشه مزمر فرزند ماریکا توی اون سکونت داره. درست در نزدیکی قلعه و قبل از ورود بهش، ناگهان صدای شکسته شدن یک رون قدرتمند به گوش میرسه. اون رون در حقیقت بخشی از حلقه قدرت بود که در اختیار میکلا قرار داشت. ولی چرا باید میکلا اون رو از بین ببره؟ برای فهم این بخش باید بخش دیگه ای از سفر قهرمان داستان رو که براتون تعریف نکردم با هم مرور کنیم. تانیش توی مسیرش به جز لدا با چند نفر دیگه هم ملاقات کرده بود. فریا که به رادان خدمت میکرد. سرانسباخ که از خادمین موگ بود. هونست که یکی از اهالی سرزمین شادولنده، و مور و تیولیه رو چند نفر دیگه. چیزی که عجیب بود این بود که همه این افراد با وجودی که در جبهه های مختلفی شمشیر می زدن، اما توی شادولند همه یه هدف داشتن: ادامه مسیر میکلا. بعد از شکست شدن گریترون میکلا، لدا که از شوالیه های نیدل بود و به میکلا خدمت میکرد، به قهرمان هشدار میده که تمامی این افراد تا الان با قدرت میکلا اقوا شده بودن، اما بعد از شکست شدن گریترون ممکنه بهش خیانت کنن. حالا باز این سوال که میکلا چرا باید گریترونشو بشکنه برامون مهم میشه. برای رسیدن به جواب این سوال، قهرمان داستان ما شروع میکنه با تک تک افرادی که تحت تأثیر قدرت رون میکلا بودن دوباره حرف میزنه. هونسن از کینه‌ای که از مزمر و سلاخی مردمش داره صحبت میکنه. سرانسباخ هم اشاره میکنه برای نجات اربابش موک از دست میکلا با اون روبرو شده، ولی اونم قربانی قدرت میکلا شده بود و گوش به فرمانش وارد شادولند شده بود. سرتون رو درد نمیارم. این وسط تیولیر هم که حالا خاطراتش رو به یاد آورده از شخصی به نام سینت رینا حرف میزنه و ارادتی که نسبت بهش داره. نکته جالب اما این که بر اساس آدرسی که تیولیر میده، سینت رینا باید جایی باشه که قبلا قهرمان داستان ما اونجا حضور داشته. به همین دلیل تارنیش دوباره راهی اعماق جنوبی شادولند، درست جایی که با شوالیه پوسیدگی مبارزه کرده بود، میشه. توی مسیرش با روحی ملاقات میکنه که حرفهای عجیبی میزنه. اون روح خطاب به میکلا میگه تو چیز ارزشمندی رو رها کردی. چطور میتونی ادعای نجات دیگران رو داشته باشی وقتی نمیتونی نیمه دیگه خودتو نجات بدی؟ حالا قهرمان داستان کنجکاوتر از قبل و میخواد ببینه نیمه دیگه میکلا چیه یا کیه، و نهایتاً به محل مبارزش با شوالیه پوسیدگی میرسه. این بار خلاف دفعه قبل مسیر بسته نیست و میتونه جلو بره و در انتهای مسیر با سینت رینا ملاقات میکنه. سینت رینا که قدرت خواب رو در اختیار داره، توی خواب وارد ذهن قهرمان میشه و میگه نذار میکلا خدا بشه. خدا شدن اونو به بند میکشه. درست مثل اتفاقی که برای ماریکا افتاده بود. و در انتها وقتی متوجه میشه دیگه امیدی به نجات میکلا نیست، از تارنیش میخواد تا میکلا رو بکشه. چیزی که مهمه بدونید اینه که سینت رینا مثل ردگون که بخش دیگه ای از ماریکا بود، عملاً بخش دیگه ای از میکلا به شمار می اومد، و در حقیقت میکلا همه چیزش از بدنش گرفته تا نیمه گم شده و حتی گریترونش رو رها کرده بود برای خدا شدن. قبل از اینکه ادامه داستان رو براتون تعریف کنم، اجازه بدین کمی مغزتون رو درگیر کنم. دیتا ماینر هایی که به فایل های بازی دسترسی پیدا کردن متوجه شدن اسم اصلی شوالیه پوسیدگی چیزی نیست جز شوالیه محافظ گلوم آید کوین. و خب از اونجا که سینت رینا تنها کسیه که ازش محافظت می شده، آیا گلوم آید کوین همون سینت رینا یعنی نیمه دیگه میکلاس؟ اجازه بدین در این خصوص توی قسمت های بعدی شورتکات مفصل حرف بزنیم. و اما ادامه ماجرا. قهرمان داستان وارد قلعه مزمر میشه. توی قلعه یک کتیبه قدیمی رو پیدا میکنه. فیا معتقده سرانسباخ میتونه اونو ترجمه کنه، پس قهرمان ما میره سراغ سرانسباخ.
اون بعد از ترجمه کتیبه میگه همونطور که حدس میزدم میکلا با هدف مشخصی بدن ارباب موگ رو بعد از مرگش دزدیده. اون میخواد روح یه نفر رو در کالبد موگ قرار بده و دوباره زندش کنه. تانیش وقتی ماجرا رو برای فریا تعریف میکنه اون میگه احتمالاً قرار روح جنرال رادان توی بدن موگ قرار بگیره و البته من و شمایی که از جریان عهد و پیمان رادان و میکلا با خبریم میدونیم میکلا برای خدا شدن قرار روح رادان رو توی بدن موگ بذاره و اینطوری همسرش رو دوباره به زندگی برگردونه. حالا دیگه چاره ای برای قهرمان داستان نمونده تا هر طوری که شده خودش رو به میکلا برسونه. توی این مسیر مزمر و رومینا رو هم شکست میده و حتی لدا که حالا میدونه نیت ما چیه و جلوی ما قرار گرفته رو هم از بین میبره تا نهایتاً زمان ملاقات با میکلا فرا میرسه. پیش از اینکه بخش پایانی داستان رو براتون توضیح بدم باید به چند مورد مهم اشاره کنم. شادولند صرفاً به این اتفاقات و اسامی خلاصه نمیشه. ماجرای میدرا و خدای فرنزی فلیم یا اژدهای بزرگی به نام بیل که با لورد دراگون پلاسیدو ساکس جنگیده بود و انتقام ایگان و خیلی داستانهای دیگه اگرچه در مسیر داستان اصلی ما نبودن اما بعداً توی شورتکات ها به اونها میپردازم. پس با خیال راحت خودتون رو آماده شنیدن پایان ماجرا کنید. بعد از ورود قهرمان ما به منطقه‌ای که دروازه ربوبیت توی اون قرار داره صدای میکلا رو میشنوه که اشاره میکنه کاری که ما و ملینیا به سرانجام رسوندیم نتیجه داد که صد البته منظورش کشتن جنرال رادانه و بعد از اون هم جنرال رادان رو در پوسته جدیدش قرار میده و از ما میخواد تا صد راهش نشیم ولی قهرمان داستان که ما باشیم چاره‌ای به جز مبارزه با رادان و میکلا نداریم. میکلا اگرچه نیتش درست کردن همه چیز بود ولی به وسیله قدرتش و ابزار کردن آدمها با قدرت عشق راه اشتباهی رو برای سر و سامون دادن به اوزا انتخاب کرده بود و در نهایت هم توی یه نبرد سخت و طولانی و نفسگیر میکلا و رادان از پا در میان و از میکلا فقط یه خاطره باقی میمونه. میکلا دقیقاً همون مسیری رو طی میکنه که روزی مادرش با هدف انتقام طی کرده بود اما میکلا تصور میکرد اگر به جای انتقام عشق رو ابزار کنه شاید راه اشتباه مادرش رو نره و نتیجه متفاوتی بگیره. اما از اونجایی که همیشه گفتم قدرت صاحبش رو نمیشناسه باید این بار بگم مهم نیست انتقام انگیزتون باشه یا عشق، قدرت هر چیزی رو میتونه به فساد بکشه، حتی معصومیت میکلا رو که چیزی به جز تموم شدن بدبختی برای همه نمیخواست. در آخرم اگه داستان رو دوست داشتین حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین و یادتون نره که عاشقتونم.